با سلام به بینندگان عزیز و هموطنان گرامی، در برنامه ارتباط مستقیم از این ساعت در خدمت شما هستیم. روز سوم آذر ماه در مذاکرات ژنو بین رژیم آخوندی و کشورهای پنج به علاوه یک سرانجام توافقنامه‌ای بین رژیم و کشورهای غربی برای کنترل برنامه هسته‌ای رژیم و جلوگیری از دستیابی رژیم آخوندی به بمب اتمی به امضا رسید. این موضوع تا همین نقطه به یکی از مهمترین خبرهای جهان تبدیل شده. مقامات کشورهای مختلف حول اون موضع گرفتند و این موضوعی هستش که همچنان مورد توجه و تحلیل و تفسیر هست. در درون رژیم هم برخی باندهای درونی رژیم اون رو پیروزی و دستاورد قرن قلمداد کردند و برخی دیگه خلاصه صریحا نوشتند که این توافقنامه جام زهری است که به حلقوم رژیم و ولی فقیه ریخته شده. خب کشورهای غربی همچنان نسبت به فریبکاری رژیم اظهار نگرانی میکنند و تاکید میکنند که برای کنترل اقدامات رژیم تحریم‌های اصلی و اساسی یعنی تحریم نفتی و بانکی همچنان پابرجاست. در بحث و گفتگوی این هفته میخوایم ببینیم که واقعا این توافقنامه تا اونجایی که به رژیم برمیگرده آیا اونطوری که آخوند روحانی ادعا میکنه برد برد هست یا به قول باندهای وابسته به خامنه‌ای جام زهری است که به حلقوم رژیم ریخته شده. با اینکه چه عوامل و پارامترهایی ولی فقیه رو به این نقطه کشوند که این توافقنامه رو بپذیره. خلاصه رژیم سود برد یا زیان کرد؟ آیا مرز سرخایی که ولی فقیه ترسیم کرده بود برای در ارتباط با موضوع هسته‌ای رژیم در مذاکراتشون با کشورهای پنج به علاوه یک حفظ شدند؟ خلاصه سرنوشت قطاری که احمدی نژاد میگفت که ترمزهاش رو بریده و خلاصه فرمونش رو هم کنده، یعنی که در مسیر بدون بازگشت داره پیش میره، سرنوشت این قطار بیدند و ترمز چی شده یا چی میشه و خلاصه اینکه سمت و سوی تحولات و چشمانداز اون چی است؟ شما میتونید از طریق تلفن‌های این برنامه با ما در تماس باشید یا با ارسال ایمیل، اسمس و یا از طریق توییتر، فیسبوک و اسکایپ با ما همراه باشید و در این بحث و گفتگو شرکت بکنید. و ما مهمانان برنامه این هفته ما آقای مهدی سامه و آقای محمد علی تویدی هستند. آقای سامه، آقای تویدی سلام میکنم خدمتتون، خیلی خیلی خوش آمدید. تشکر میکنم از شما. سلام میکنم به خانم ها آقایونی که برنامه رو دارن میبینن یا میشنوند. درود میفرستم به اعتصاب قضا کنندگان از زندان لیبرتی تا زندان قزل حصار و زندان اوین در خدمت. خیلی خوش آمدید. خیلی خوش آمدید. من هم عرض سلام دارم هم خدمت شما هم خدمت بینندگان عزیز سیمای آزادی، هموطنانمون در داخل و خارج کشور و همینطور عرض سلام و درود به مجاهدان لیبرتی، اعتصاب قضا کنندگان در زندان لیبرتی و اعتصاب قضا کنندگان در سراسر جهان و همچنان که آقای سامه گفتن در داخل ایران در زندان ها که پایداری میکنن در برابر این رژیم ضد انسانی. تشکر از شما و در خدمت هستم. خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید در این برنامه شرکت کردید. خب اجازه بدید بحث و بدون مقدمه بحث و گفتگو رو حول توافقنامه ژنو بین رژیم و کشورهای پنج به علاوه یک شروع کنیم. آقای سامه، در ژنو به نظر شما چه چیزی به وقوع پیوست؟ خلاصه اینکه رژیم چی داد و چی گرفت؟ خب این یک مجموعه از بحث ها را شامل میشه. همین سوال کوتاه شما که خب در حوزه های مختلفی میشه روی صحبت کرد، ولی اگر که ما مبنا رو بذاریم متن منتشر شده، اگر مبنا رو بذاریم اون متن، اون وقت کارمون نسبتاً راحت‌تر میشه. چون میدونید که ما از بسیاری از مذاکرات یا اطلاع نداریم یا اطلاع ضعیف داریم، خیلی چی داره نمیگن. مثلا شنیدین که گفتن که با آمریکا از قبل مذاکره داشتن، از چند ماه قبل، از چند ماه قبل مذاکره داشتن. البته اون موقع صحبته شد، اگر تو باشید یه بار چند تا خبر اومد که مثلا ولایتی رفته صحبت کرده بود که بعد تکسیب کردند و اینا، ولی به هر حال متن قرار داد یا توافق نامه یا هر چیزی، اون چیزی که پنج شش کشور بزرگ غربی و رژیم ایران امضا کردن، اگر اون متن رو روش صحبت کنیم میشه برای ما کارمون را ساده تر میکنه. حالا اینکه اون متن اجرا میشه یا نمیشه، کی اجرا میکنه کی اجرا نمیکنه، تا چه زمان برد داره، اینها بحثای دیگر است. اون متن
میگه که خب متن تقریبا دو صفحه به زبان انگلیسی هست، میگه که غنی‌سازی 20% متوقف و خونسا میشید. حالا به دو طریق میگه خونسا میشه. اون مقدار ذخایری که حکومت ایران 20% داره اونها خونسا میشه از طریق یک مقدارش به میله های برای راکتور امیرآباد و مقدارش هم اکسیده میشه. مسئله امکانات یا ظرفیت هایی که عراق را به صورت یک راکتور اتمی در میاره متوقف میشه و بازرسی های روزانه اینها، حالا دیگه وارد جزئیاتش نمیشم، لابد متن قرار داده دیگه الان خیلی ها دیدن. اگر که دقت کرده باشین روز اول وزارت امور خارجه رژیم متن قرار داده منتشر کرد ولی یه تیکش ها سانسور کرد، بعد سایت خبرگزاری فارس که مال سپاه پاسدارانه اومده گفت که این تیکش سانسور شده بود، حالا ما منتشر کرد، کامل منتشر کرد و کامل منتشر کرد. اگه اون قرار داده ببینید اینها چیزایی هست که حکومت ایران داده. چه چیزایی گرفته؟ در حوزه های از یک مقدار پول های بلوکه شده که حالا بگیریم مثلا حدود 100 میلیارد دلار هست، مقدارش حدود 4.5 تا 5 میلیارد به اضافه 1400 میلیون جداگونه به اضافه بخش های از پتروشیمی و خودروسازی و بسیاری مواردی مربوط به بعضی قطعات از مواردی مثل هواپیما و اینا. اینها چیزایی هست که یا تخفیف پیدا کرده یا اینکه به حکومت ایران دادن. در قرارداد هیچ صحبتی از این که غنی‌سازی حق حکومت ایرانه نمیشه، اما گفته میشه که 5% میتونه ادامه پیدا کنه ولی تا حجم کنونی، یعنی مقدار اورانیوم 5% پایین نمیتونه از این حجمی که هست بیشتر بشه. هر چقدر که بیشتر بشه به ناچار حکومت باید اونها را اکسیده کنه، یعنی سانتریفوژها میگرده میتونه اورانیوم 5% تولید بکنه اما نمیتونه انباشت بکنه. انباشت بکنه. اینها چیزایی هست که در قرار داده. حالا معنی این چی هست اینا روش صحبت میکنیم، ولی اون چیزی که در قدم اول میشه گفت بستگی به این داره که شما و یا هر کسی دیگه سوال را چگونه طرح بکنید. بله. یعنی اگر که سوال این باشه که اون گونه که رژیم میگه حکومت ایران دنبال غنی‌سازی صلح‌آمیزه و اتم صلح‌آمیزه و اینا، اگه این باشه خب معلومه که حکومت چیزایی را به دست آورده، چیزای زیادی به دست آورده. ولی اگر سوال این باشه که ما این سوال را اینجوری مطرح کنیم که حکومت دنبال بمب اتم بوده و برای همین هم این همه هزینه ها را متقبل شده، این قرار داد تا اونجایی که مربوط به این دو صفحه کاغذه و امضای 7 تا دولت 6 تا اون طرف یکم این طرف، این را برای این مدتی که قرار داد اجرا بشه، حالا هر چقدر وقت اجرا بشه خونسا کرده. یعنی رژیم در واقع بمبو داده، غنی‌سازی 5% رو در همین حدی که هست گرفته. خب بلافاصله بعد از امضای این توافقنامه حتما میدونیم که آخوند روحانی نامه‌ای نوشت به ولی فقیه و خلاصه خیلی تبریک گفت و این موضوع رو مطرح کرد که خلاصه غرب حق غنی‌سازی رژیم رو به رسمیت شناخته و خلاصه خیلی اظهار پیروزی میکرد. ما از اون طرف باند رقیب یعنی باند وابسته به خامنه‌ای رو هم داشتیم که خلاصه افراد و جریانهایی که وابسته به این باند بودن مطرح اومدن به صحنه و مطرح کردن که نه برعکس، رژیم این یک شکستی برای رژیم بوده و خلاصه اون رو جام زهر تلقی کردن. فکر میکنم خیلی به جا باشه ما صحبت‌های آخوند رسایی در مجلس رژیم رو که بلافاصله بعد از همین موضوع صحبت کردن با هم دیگه بشیم و بعد من سال بعد رو خدمت شما توضیح مطرح می‌کنم.
در رسانه‌ها منتشر شد مبنی بر اینکه آمریکا 8 میلیارد دلار اموال ایران را آزاد کرده و سخنگوی دولت اینو تایید کرده. امروز تیتر یک برخی از این روزنامه‌ها شده که آمریکا 8 میلیارد دلار اموال ایران رو آزاد کرده. اصلا ایشون میگه من عدد 8 رو نمیدونم از کجا آوردن. ببینید آقای دکتر، بعضی از این رسانه‌ها پایگاه دشمنن، اینا برای تطهیر کنن. خود آقای نوبخت گفت این خبرها برای مردم توقع درست میکنه. یه جام زهری به مردم داده شده ولی دارن با ابزار رسانه‌ای اونو شربت شیرین میکنن. اینطور آخوند رسانه‌ای میگه جام زهری داده شده با خلاصه ابزار رسانه میخوان اون رو تبدیل به خلاصه شیرینی و شربت بکنن. میخوام این سوال رو مطرح بکنم، بالاخره آیتویدی رژیم در این جریان زهر خورد یا آنچنان که آخوند روحانی مدعی بازی برد برد بود؟ بله، عرض کنم که همونطور که آقای سامانی گفتن بستگی به طرح مسئله داره. ببینید صورت مسئله چیه. ببینید بر سر موضوع اتمی، حتی از همون مقدمه‌ای که خود شما هم گفتیم که الان این موضوع در اخبار جهان و به طریق اولا در اخبار ایران و همه جا هست، یک مسئله سیاسی مطرحه حول برنامه اتمی رژیم. این مسئله صورتش و جنسش و موضوعش عبارت از چند تا بحث ساده فنی و یا بحث ساده اقتصادی که چقدر پول گرفته، چقدر داده، چند درجه از این شده، چند درجه از این مونده، به این سادگی نیست. این مسئله است که حالا اوباما میگفت 10 سال صورت مسئله جامعه بین المللی بوده، از قبلش هم بوده. خود رژیم هم از 10-15 سال گذشته به جد در مرکز مسائلش. من یادم هست در زمانی که احمدی نژاد تازه اون انتخابات رژیم رو خامنه ای این گماشتش رو آورد رو کار، 84 هنوز روی کار نیامده بود، فکر کنم خرداد یا تیر بود، اینا با تصمیم میگرفتن در رژیم که خلاصه بر سر همین مسئله که الان عقب نشستن عقب بشینن یا نه. من یادم هست که آقا محمدی که یک زمانی مسئول پرونده عراق بود و از دست‌های خامنه ایه ولی فقی اون موقع در شورای امنیت کاری بود، دبیر اجرایی هم چیزی بود، اومد تعریف کرد که آقا ما نشستیم در جلسه شورای عالی امنیت رژیم، گفت ما نشستیم خود مقام معظم رئیس جمهور قبلی و بعد هم رئیس جمهور بعد از ایشون آقای رفسنجانی شرکت داشتن، قبل رئیس جمهور بعد از خامنه ای اولی گفت خامنه ای، خود آقا که رئیس جمهور مثلا اول بودن بعد از رجایی بوده، بعد از ایشون هم که رئیس جمهور بعدی رفسنجانی گفت، بعد از رفسنجانی هم خاتمی که رئیس جمهور فعلیه، البته رئیس جمهوری که دیگه مادی که تموم شد، و همچنین رئیس جمهور به قول اون منتخب یعنی جدید احمدی نژاد شرکت داشتن، و همچنین موسوی، میرحسین موسوی، نخست وزیری که قبلا سررشته امور اجرایی داشته. یعنی از زمان خمینی، از موسوی تا خامنه ای، بعد رفسنجانی، بعد خاتمی، بعد احمدی نژاد که تازه اومد، گفت همه نشستیم و بحث کردیم و تصمیم گرفتیم حالا به کلام اون مقاومت کنیم، یعنی بپذیریم که این پرونده بره شورای امنیت، این تحریم ها بیاد، ما کارمون رو ادامه بدیم. ببینید مزبندی های توی رژیم، مزبندی های سیاسی، بحث سیاسی، دعواها و کشاکش های سیاسی از داخل رژیم بین همه این آدمایی که الان گفتم و چهرهای دستگاه، اون موقع که روحانی اینجوری در این اشلان هم، اینا همه شرکت داشتن، یه مسیر رو رفتن. الان هم به دلیل یک مسیری، به دلیل یک حرکتی که این رژیم به قول شما بیدنده و ترمز توسط احمدی نژاد، با یه زیری دنده و ترمز توسط خاتمی یا رفسنجانی رو پیش رفته، بر سر این مسئله سیاست در ایران به اصطلاح در حال جوششه، همچنین در منطقه و جهان. الان ببینید کشورهای منطقه هم بر سر این، از عربستان و عراق و سوریه و همه زیمدخلن. پس صورت مسئله زهر خوردن و نخوردن رو باید درست سوالش رو ترکت تا درست بتونیم جواب بدیم.
واقعیتش اینه که در این مذاکرات به طور مشخص هم همین مذاکرات ژنو و همین دلایل نکاتی که آقای سامه به اختصار گفتند، مسیر برنامه اتمی رژیم با هدف بمب‌سازی که به این دلیل شروع شده، اگر صورت مسئله بمب‌سازی نبود اصلا این بحث مطرح نبود، اصلا قطعنامه مطرح نبود، اصلا مذاکراتی در بین نبود. بحث از جایی شروع شده که یک برنامه مخفی غنی‌سازی و سایر شقوق کار، آب سنگین، پلوتونیوم، حتی یک سری چیزهای موشکی که خاص این میتونه باشه، کلاهک‌سازی، انواع چیزها در دستگاه چیز و اصلا صورت مسئله جامعه بین‌المللی این بوده که بیا تایید کنه که این صلح‌آمیزه و نیست، که بالاخره وقتی رفته به شورای امنیت این مسئله تبدیل شده به مسئله امنیت بین‌المللی، ولی برنامه صلح‌آمیز به مسئله امنیت بین‌المللی نیست که اصلا براش قطعنامه وضع بکنن یا وضع نکنن. این مسئله مورد مناقشه و دعوا بوده و رژیم بهش بیدنده و ترمز ادامه میداده، مخفی، علنی، ارتباطات با اون خان مهندس خانی که تو پاکستان بود و سایر کارها که این برنامه رو پیش ببره. این برنامه واقعیتش اینه که با همین تعهدات رسمی که رژیم پذیرفته در سوم آذر در مذاکرات توافقنامه که در ژنو امضا شده متوقف شده بالکل. چرا؟ چون 20%ش متوقف شده، اصلا سانسورش باید خاموش بشه، اون میزانی هم که ذخیره کرده بایستی خونسا بشه و تولید اورانیوم غنی شده 5%ش هم از جهت انباشتی که به درد بمب بخوره باید متوقف بشه. پلوتونیوم سازی در عراق باید متوقف بشه، آجر و ساختمون نه، اون کاری که پلوتونیوم میسازه یعنی سوخت رسونی به نیروگاه، اینا باید متوقف بشه. و این غنی شده های 20% هم همچنان که گفتن باید در طول 6 ماه به صفر برسه و به صفر برسه. یعنی فرض کنید برنامه اتمی رژیم تمام این زحماتی که در این سالها کشیده و درست کرده تا روز سوم آذر مثلا به یک نقطه ای که رسیده، اولا در همون نقطه فریز میشه به طور کامل، دو از اون تاریخ سوم آذر تا 6 ماه بعدی که برای این دوره اول قرار داشته این باید گام‌های جدی به عقب برداره، گام‌های جدی باید به سمت عقب برداره. این اتفاقی که افتاده این برای رژیم آخوندی هیچ معنایی در موضوع اتمی جز جرعه از زهر نداره، همچنان که ایشون گفتن اگه به هم بزنن بحث جداست، ولی فرض میکنیم که این قرارداد هست و این قرارداد اجرا میشه، چون امضا که شده برای اجرا شده. خب بنابراین این بحث زهر خوردن یا بردن، اصلا برد که اونها ازش حرف میزنن، حتی که شما به اشاره میکنین یا روحانی مدعیش هست که ما رفت، اصلا اینکه خب کلا مفهوم مهمیه که برد و برد. در مقوله اتمی رژیم هیچ بردی نداشته. ببینید اون کاری که اون میکرده، فرض کنید میگن الان ما چون 5% به طور عملی غنی‌سازی میکردیم الان هم میکنیم، نگفتم متوقف کنیم، ضمن این که تکلیف این تعیین شده نیست به طور رسمی. این چیزی به دست نیاورده در مذاکرات ژنو تا اونجایی که به روند پیشبرد برنامه اتمی مخصوصا در مسیر بمب‌سازی یا در هر لحاظی برمیگرده رژیم تماما پرداخت کرده. چیزی که گرفته از جنس برنامه اتمی نیست، از جنس پوله، از جنس تحریمه. یعنی در مقوله اتمی رژیم نمیتونه من چیزی به دست آوردم. چی به دست آورده؟ اون چه که میکرده، خب میکرده، با یه تیکای زیادش متوقف کرده، پس یه چیزی داده. اون چی که گرفته چی گرفته؟ در مقوله تحریم که در خوشبینانه ترین برآوردها این 5% از کل سنگینی و ضرب تحریم هاست، حالا صرف نظر از جزئیاتش. بنابراین من فکر میکنم که در یک محاسبه منطقی رژیم در این مذاکرات، مذاکرات مشخصی که در ژنو اتفاق افتاد و توافقنامه‌ای که امضا شد، باخته، در مقوله اتمی متوقف شده
و حالا به قول خودشون زهر خوردن در ادبیات خودشون که میگن، و به جاش چیزی گرفته که از اون جنس نیست. حالا این چه تأثیراتی داده و چه کمکی به رژیم میکنه، آیا میتونه از آثار زهر کم کنه یا نکنه، اون بحث بعدیست. بله. که بله آیسا به شما چه نظر دارید؟ یکی دو نکته را دقت کنیم. یکی همین طرح سوال. بله. طرح سوال بسیار مهمه، یعنی مشخص میکنه که برای ما داریم درباره چه موضوعی صحبت میکنیم. ما راجع به استفاده صلح‌آمیز صحبت نمی‌کنیم، هرچند که می‌دونی که ما مخالف هر گونه استفاده از اتم هستیم، اون چه مشخص همه می‌دونن، ولی اون طرف‌های مذاکره به هیچ وجه مخالف استفاده صلح‌آمیز از اتم نبودن. در تمام قطعنامه‌های شورای امنیت هم میگه ما این حق استفاده رو به رسمیت می‌شناسیم، اما باید اعتماد سازی بشه. حالا برای اعتماد سازی خود همین عراقچی که در واقع بعد از ظریف مذاکره کننده اصلیه ببینیم میگه چیه خط قرمز غربی ها. میگه خط قرمز غربی ها تو همون روز اول مذاکره که منجر به همین یک شنبه سه میگه که هر ظرفیتی که منجر به ساخت سلاح هسته‌ای شود خط قرمز غرب. خب این به نظر من صورت مسئله است که عراق چی میکنه. حالا از اون و برای که حرف خودمون نزنیم، این موضوع که چه اتفاقی افتاده را بهترین کسی که میتونه بگه رفسنجانیه، چرا ما بگیم؟ خودشون مبتکر، همشون نشستن با هم این بلا را به سر مردم ایران آوردن، این همه هزینه رو به سر مردم ایران آوردن. خود رفسنجانی هم بوده. حالا خودش میگه چی؟ میگه که داره راجع به یک شنبه سه آذر حرف میزنه دیگه، باز میره میگه آتش بسه توی جنگ ایران عراق. خب بنابراین اونا هستن که جام زهر رو مطرح میکنن، چون که اون آتش بسه خمینی بهش گفت جام زهر. اون آتش بس هم ممکن بود که به دو مرتبه هم به جنگن. خب الان نجنگیدن، یه جور دیگه شد، رویدادهای مختلف شد، ولی اونجا با اون کار متوقف شد جنگ. اینجا هم رفسنجانی همینه میگه، ولی با یه جمله جالبی میگه. حالا برای که میگه از یک مخمسه ما نجات پیدا کرد. خب این مخمسه در حقیقت وضعیتی بود که برای حکومت به هر دلیل پیش اومده بود، که حالا مسئله تحریم ها هست، مسئله فشارهایی که از جانب های مختلف به وجود میاد. حالا این قرارداد، این چیزی که روی کاغذ نوشته شده به دقیق ترین صورت میگه امکانات، ظرفیت ها، اونجا هر ظرفیتی که منجر به سلاح اتم میشد رو خونسا کرد. بله. بله خیلی ممنون. قبل از اینکه سوال بعدی رو خدمت شما مطرح کنم، اجازه بدید مهرداد از آلمان رو همراه خودمون داریم، صحبتاشون رو بشنویم، بعد در خدمت شما سوالات دیگه‌ای رو مطرح می‌کنیم. سلام می‌کنم به مهرداد، خواهش می‌کنم بفرمایید. سلام دارم خدمت شما آقای رفیعی، مهمان گرامی برنامه‌تون آقای سامه و آقای توحیدی. همچنین سلام و عرض ادب دارم برای مجاهدان آزادی در زندان لیبرتی و احتساب کنندگان قهرمان در شهرهای مختلف جهان برای آزادی هفت گروگان اشرفی. در رابطه با موضوع برنامه‌تون اجازه میخوام من خیلی اجمالی به چند نکته کوتاه اشاره کنم. اول اینکه فکر میکنم دنیا و افکار بین‌المللی ممنون و قدردان هستند از تلاش‌های مجاهدین و مقاومت ایران در راستای افشای پروژه های مخفی اتمی دیکتاتوری خامنه‌ای. این یک واقعیت. اگه این افشاگری های به موقع نبود و اگه اون گلوله برف اولیه در سال 2003 نبود که مجاهدین از بالای قله بر سر رژیم پرتاب کردن، الان این بهمنی که بر سر خامنه‌ای تلسپ شکسته ریخته و دستگاه پیزوری دیکتاتور رو به هم ریخته هم نبودش. این یک واقعیت. بهمنی که یک واقعیت محض شده، دوست و دشمن یعنی رژیم آخوندی هم از بام تا شام در رسانه هاشون به اون اعتراف میکنن.
در همین راستا آخرین نمونهش اعترافات پاسدار آصفی بودش، سخنگوی اسبق وزارت خارجه رژیم، که گفته بود این ترس و حراس رژیم رو از افشاگری‌های مجاهدین و مقاومت ایران بیان کرده بود با عنوان شگفت‌زده شدن دستگاه وزارت خارجه. به هر حال واقعیت دوم پس از امضای این توافقنامه، با تمامی کم و کاستی‌هایی که این توافقنامه داره، خامنه‌ای از موضع ضعف بسیار شدیدی وارد این بازی شد. این نکته هم طرف مقابل به خوبی گرفته بود. خامنه‌ای در مجموع به اعتراف رسانه‌های حکومتی 27 تا امتیاز در این توافقنامه داده، امتیازهایی که هر کدوم به قول کارگزارای رژیم به تنهایی خودش یه میدان مین هستش که انقریب با تله‌های انفجاری همراه. خامنه‌ای به دو دلیل عمده وارد این توافق شد. یکی فلج مالی و اقتصادی، در یک کلام بیپولی و ورشکستگی حکومت، که تماماً بر گرده اخشار ضربه پذیر و مردم میهن اون سوار شده. ما نمودهای اون رو در بیکاری گسترده، در ورشکستگی کارخونه ها و تولیدات داخلی، نون، مرغ، گوشت، تخم مرغ، سوخت و غیره و غیره داریم میبینیم. این پروژه اتمی برای مردم ما 100 میلیارد به گفته خانم رجوی خرج برداشته. اینا رو مردم با گوشت و پوست و استخونشون لمس میکنن و بر عامل اون، یعنی رژیم آخوندی، هر روز لعن و نفرین میفرستن. دلیل دوم هم حراس خامنه‌ای به نظر من از سرگرفتن قیام ها بود، اونم به دلیل فشارهای اقتصادی، فقر، گرسنگی و وخامت اوضاع جامعه. به هر حال خامنه‌ای با این امید که بتونه بازی رو برد برد به اتمام برسونه وارد این بازی شد. نتیجه این دو به باخت برد تبدیل شد. یعنی فکر میکنم ولی فقیه تا حدود خیالش از جبهه سیاست خارجی امریکا راحت بود، چون بر این باور بود که ما یه سری مذاکرات مخفی، همونجوری که دوستمون آقای سامه اشاره کردن، در ماه مارس گذشته داشتیم با این کشور. دولت فعلی هم در ایالات متحده در راستای سیاست مماشات شدیداً علاقمنده که با دیکتاتوری مذهبی رابطه دوستی برقرار بکنه. دلیلی نمی‌بینیم که بازی برد برد رو بیان به هم بزنن. بر همین اساس هم، بر همین باورم بود، اما فرانسه این میزو به هم زد و اون خواسته های چهارگانه رو حالا با فرمول بندی دیگه ای به کرسی نشون و خلاصه دستگاه ولی فقیه رو چپه کرد. در کنار تمام اینها فشارهای متحدین ایالات متحده در منطقه بود، فشار افکار عمومی در خود این کشور به سیاست های ضعیف و بنیادی در سیاست خارجی این کشور، نزدیکی انتخابات ریاست جمهوری، همه و همه دست به دست هم دادن و هر گونه مانور و دادن امتیاز به رژیم رو منتفی کردن تو این قضیه. در توافقنامه هم اصلا دوستان اشاره کردن هیچ سخنی از حق غنی‌سازی برای رژیم آخوندی نیامده. تازه مسئله آب سنگین عراق، یعنی همون راه اندازی پلوتونیوم 239 و هم سایت های فردور هم در دستور کار قرار دادن. پلوتونیوم 239 یعنی بمب اتم. این هم به طرف مقابل، یعنی خامنه ای، خوب تفهیم کرد. با تمام اشکالاتی هم که توافقنامه ژنو داره، یک واقعیت در اون خوابیده که به نظر من دستگاه نظامی اتمی رژیم رو برای حداقل 6 ماه متوقف کرده و درش رو گل گرفته. این یعنی پیروزی برای مردم، برای مقاومت ایران، مبارک مجاهدین باشه و تمام کسایی که نمیخوان دیکتاتوری مذهبی به بمب اتمی دست پیدا کنه. به هر حال ولی فقیه در تعادل قوای داخلی الان بسیار ضعیف و ضربه‌پذیر شده. باند مقابل رفسنجانی این نکته رو به خوبی گرفته، هر روز داره فشار رو بر اون بیشتر میکنه، خواسته هاشو بالاتر میبره، خیز برداشته که اساسا کل دیپلماسی رژیم رو دست بگیره و به قول معروف خامنه‌ای رو کنار بذاره. مردم از این فضای زهرخوران رژیم این فضا رو خیلی خوب گرفتن، دارن استفاده میکنن. ما الان شاهد افزایش حرکات اجتماعی هستیم، اعتراضات کارگری هستیم، دانشجویی، صنفی در جای جای میهنمون. مردم و جوانان از هر فرصتی برای به چالش کشیدن رژیم استفاده میکنن، مطالباتشون رو طلب میکنن، فریاد میزنن. راهکاری رو هم که خامنه‌ای در پیش گرفته، سرکوب این صحبتی بود که من می‌خواستم با شما داشته باشم. ممنون از فرصتی که در اختیار من گذاشتین. براتون و برای مهموناتون شب خوبی آرزو میکنم. ممنونیم، درود بر شما، خیلی تشکر میکنیم از تماستون. تماس دیگه ای داریم از سوئد، به نادر سلام میکنیم، خواهش میکنم بفرمایید. با سلام به شما و شنوندگان محترم و متعظیم به احتساب غذا کنندگان قهرمان.
سوالی که داشتم در رابطه با این تحریم، در رابطه با همین زهر اتمیه که رژیم خورده و آخوندها کمابیش زهر رو نوشیدند و بیشتر نوشجان خواهند کرد و پی خیلی چیزها رو به تن خونخوارشون مالیدن. تکلیف سپاه پاسداران خونخوار رژیم که در این دو دهه مهار تمام اقتصاد رو به دست گرفته چه میشه و درگیری درونی این جانوران به کجا میرسه؟ یه نکته هم باید توجه داشته باشیم، در روزهای اخیر در همه محافل سیاسی و حتی اقتصادی متخصصین میگن اگر روزی این دوتا یعنی غرب و این ملاها به توافق کامل برسن و کمپانی‌ها بریزن بخور بخور تو بازار ایران، با سالها طول میکشه تا اقتصاد ایران بخواد را بیفته و الان میبینیم با این عمق بحران اقتصادی دیگه این زمان وجود نداره. آیا به نظر شما هر اتفاقی که در آینده بیفته دود اینه که اوضاع به سمت این بری که موقعیت‌های طلایی برای قیام مردم و ارتش آزادی شکل بگیره و سناریوی دیگه اصلا به قابل تصور هست یا خیر؟ پیروز باشید. ممنونیم از تماستون. درود بر شما. تشکر از نکات جالبی گفتید. همچنان که شما اشاره کردید من فکر میکنم که مسیر همین پیامدهای این زهر همین هست که گفتید، بحران توی رژیم، اختلاف و جنگ، دعوایی که بین باندها هست بر سر این موضوع و همچنین شکاف‌ها بود که در این سلطه سرکوبگرانه رژیم پیش خواهد اومد و اعتراضات و فضاهایی که باز میشه به قول شما برای قیام، همچنان که به درستی گفتید. در مورد اقتصادم من فکر کنم بهتر آقای سامه توضیح بدم، ولی من فکر نمی کنم که اگر میلیارد میلیاردم توی اقتصاد این رژیم پول ریخته بشه دردی دوا بشه. میخواین شما؟ من فکر کنم که بهترینه که گزارش صد روزه روحانی اون بخش اقتصادیشو دوستمون نادر توجه کنه بشه. یک دوم، در حدود یک ماه خورده قبل یک چیز کشاورزان بود که کلانتری برگزار کرده بود، وزیر کشاورزی دولت موسوی اونجا حرفای زد و حتی روحانی هم شرکت داشت، حرفای زد که جالبه. روحانی گفت که ما 40% تغذیه اون چیزی که میخوریم و تولید میکنیم در ایران. در مورد آب صحبت هایی شد اونجا که تقریبا به یک بیانی گفته شد که 25 سال دیگه ایران یک کویره، یعنی یک کویر بزرگه، فیزود بعضی مناطق بسیار ناتیدش بقیش کویره از خویسالیه. این روز هم که میبینید سر آب چه خبره. همین دیروز یک کارشناسی، حالا وقتتون رو نمیگیرم که جملاتش دقیق کنم، همین دیروز یک کارشناس اقتصادی میگه که 60% اقتصاد ایران زیرزمینی است، یعنی قانونی نیست. و خب شما میدونید که 60% اقتصاد رو نمیتونن مردم کوچه بازار غیر قانونی بکنن، یعنی این نیست که اون بچه یه بیگناهی که کبریت میفروشه یا آدامس میفروشه اینا حساب کنید. معلومه که یک چیز کلانیه که در دست سپاهه. حالا همین آره، همین رقمایی که گفتم، یکی همین گزارش اقتصادی صد روزه روحانی که حالا البته میخوان همشه بریزن سر دولت قبلی احمدی نژاد، از اون کوتاه‌تر پیدا نکردن، در حالی که خب اگه مقصر باشه، مقصر اول خامنه ایه، خامنه ای هست که احمدی نژاد معنی پیدا میکنه. به هر حال حالا اون گزارش، اون صحبت هایی که توی مسئله کشاورزی شد، این صحبت های کارشناسانی که دارن میگن اقتصاد ایران اقتصاد ورشکسته به بن‌بست رسیده هست، با این پول های 4 میلیارد 3 میلیارد اینا مشکلی از اقتصاد ایران تا اونجایی که مربوط به زندگی مردم حل نمیشه، ولی مشکلی از حکومت حل میشه، چون حکومت خیلی خرج داره دیگه، برای همین هم دعواشونه. برای حکومت یه سری مشکلات رو در یک اندازه‌ای حل میکنه، ولی این که یک مثلا رونق اقتصادی در جامعه ایران به وجود بیاد، تورم 40% بشه پایین 10%، مثلا بشه 7-8% و اینها، فکر به نظر من فکر غلطیه. با این پول ها
چنین چیزی نمیشه. چون اساسا منم بهتون میگم اگه فرض کنید الان هی پولم تزریق بشه، هم احمدی نژاد شد دیگه. احمدی نژاد این همه پول داشت، 750 میلیارد دلار. بعد خود روحانی گفت، گفت 750 میلیارد دلار درآمد داشته، بدهکارترین دولت. بنابراین با پولم این مشکلات حل نمیشه. یک سیاست اقتصادی میخواد، اونم یه سیاست اقتصادی که بر اساس یه دموکراسی سیاسی باشه، بر اساس توسعه پایدار باشه. موارد زیادی، حالا بحثش امیدواریم یه روزی راجع به این که اصلا اقتصاد ایران به کجا رفته و چه مسیری رو بده اجرا کنیم. ولی تصور این که غربی ها بیاند و راه باز بشه و نمیدونم همه چیزا درست بشه، نه، اصلا تصور غلطیه. نه غربی ها همچه کاری انتظار دارن، نه خود حکومت همچه انتظاری داره که بیان. حالا مثلا فرق کنه خودروسازی، مثلا پژو و رنو میاد، خب بله خودروسازی میاد و خودرو اینجا ساخته میشه، دیالا قراردادهاشون اجرا میشه، نه. ولی اون که یک وضعیت، یک تکانی در اقتصاد ایران بشه، به نظر من با این حرفا چاره ساز نیست. بله. از نروژ بهروز رو هم همراه خودمون داریم، صحبت بهروز رو بشنویم. من بعد از اون سوال بعدی خدمتتون مطرح می‌کنم. به بهروز سلام می‌کنم، خواهش می‌کنم بفرمایید. سلام خدمت شما و مهمانان بسیار عزیزتون. من سوالم این مقدار سوال سختیه، دقیقاً نمی‌دونم چجوری مطرحش کنم، ولی با این حال اجازه بدین سعی بکنم. اینا میپرسم به خاطر اینکه بیشتر واسم به اصطلاح موضوع روشن بشه. خب اگر ما معتقدیم که این به اصطلاح قرارداد ژنو قرارداد برد نبوده و قرارداد باخت برد بوده و در کل به ضرر رژیم شده به نسبت اون چیزی که میتونست پیش بیاد اگر این قرارداد بسته میشد و اگر پروسه تحریم ها به شکل قبل ادامه پیدا میکرد و و و و، خب در این صورت وقتی ما با مثلا مطبوعات یا سیاست مداره اینجا ملاقات میکنیم، چجوری میتونیم بهشون ایراد بگیریم و بگیم که شما در واقع در این قرارداد در واقع نوعی مماشات کردین و میتونستین قرارداد خیلی بهتری بنویسید، رژیم در آنچنان به اصطلاح وضعیت خرابی بود که میتونستین خیلی قرارداد بهتری رو، خیلی امتیازات بهتری از رژیم بگیرین، اصلا میتونستین کلیت این برنامه اتمی رو به اصطلاح باعث بشین که رژیم یعنی قبول کنه که کلیتش رو کنار بذاره. این در واقع سوال منه که میگم یه مقدار سخت واسم درست مطرحش کنم، ولی باز اگه بخوام یه شکل دیگه مطرحش کنم اینه که میگم بعد از این قرارداد الان ما هم در کشور سوئد و نروژ مثلا شاهد این هستیم که یک سری هیئت‌های دولتی قرار به ایران برن و روابط دوستانه و روابط و همکاری‌های جدیدی رو به اصطلاح آغاز کنن. آیا سوال من اینه که این قرارداد ژنو باعث نمیشه که اون تحریم که داشت میرفت یا اون سیاست تحریم که داشت میرفت رژیم رو آنچنان به تنگنا برسونه که مردم از نظر فشار اقتصادی بیان تو خیابونا بریزن و خلاصه همون چیزی که ما بهش در واقع میگیم راحل سوم میتونست بهتر و سریعتر به اصطلاح چیز بشه، اجرا بشه؟ آیا این قرارداد ژنو یه طورای جلوی اون روندی رو که داشت میرفت و رژیم رو داشت زمینگیر میکرد جلوی اون روند رو نمیگیره؟ لطفا این رو توضیح دید که من متوجهشم. خیلی ممنون میشم، از تلویزیون دنبال میکنم. خیلی ممنون. بله ممنونیم از تماستون و سوالی که مطرح کردید. من بگم بفرمایید. بسیار سوال خوبی بله. مطرح کردم. ببینید قراردادی که ما امضا نکردیم که، یعنی ما با رژیم نشستیم قرارداد امضا کنیم. ولی خب بیان فرض کنیم ما می‌خواستیم قرارداد امضا کنیم، قطعاً می‌نوشتیم تمام مراکز اتمی تعطیل، تمام پروژه‌های اتمی تعطیل، اون بخشش هم که لازمه برای ما سخت می‌کنه که واردش کنیم. به جایی که گندم وارد کنیم، مسئله اون مقدار نیازی که برای مسائل دارویی داریم از لحاظ اتمی وارد می‌کنیم. تمام اینها به زیان بود، تمامش برای مردم ایران فاجعه. پس اگر ما این قرارداد امضا می‌کردیم، بدیهی است که یک ذره، نه به خاطر اینکه با رژیم می‌جنگیم، نه، به خاطر منافع ایران، به ضرر مردم ایرانه. بوشهر به ضرر مردم ایرانه. همین پیروز زلزله اومد، میتونه زلزله مهیب‌تری بیاد. بوشهر به ضرره،
تمام پروژه های اتمی به ضرره، تازه اقتصادی هم نیست. این که آقای صالحی هی میاد میگه ما نیروگاه دیگری میخوام بسازیم و اینا، این برای اینه که بگه من حجم غنی سازی نیاز دارم. اگه نه به سود ما نیست، نیروگاه اتمی به زیان ماست از نظر اقتصادی. بعد از انقلاب هم تعطیل کرد، تعطیل که اصلا نوشتن بعد از انقلاب دولت بازرگان همه رو تعطیل کرد، و اصلا اون موقع کارشناسا گفتن این پروژه اتمی خیانت بوده به مردم ایران، تیتر درشت روزنامه های اون موقع هست. بنابراین پس ما اگه قرار داده امضا میکردیم، همین طوری که اگر که ما بودیم، ما تو روحانی میاد میگیم این درست هم میگیم روحانی تحمیل به ولی فقیه، ولی ما کاری با روحانی نداریم، ما از انقلاب دموکراتیک مردم ایران دفاع میکنیم، ولی این رو در نظر داریم که چه اتفاقی داره میفته. یعنی این که میفهمی که این روحانی که اومد داره تحمیل میشه به ولی فقیه، چون ما بر اساس این تحلیل که ولی فقیه محور تضاد هاست، ولایت فقیه کانون تضاد ها هست، بر این اساس تصمیم میگیریم. ما میبینیم این کانون، این محور ضربه میخوره یا نمیخوره. برای چی؟ نه برای اینکه ما بشیم هیزم تنوره روحانی یا کشورهای پنج به اضافه، برای اینکه امر انقلاب دموکراتیک رو پیش ببریم. شوخی هم نداریم، خیلی هم صریح میگیم، امروز هم نمیگیم. 30 سال نشسته گفتیم ما برای دموکراسی، برای جمهوری، برای جدایی دین از دولت، هر حرکتی هم میکنیم معنیش اینه، هر حرکتی میکنیم معنیش اینه. پس اینجا که دوستمون داره میگه، ما باید وقتی که فرض میکنیم اگه من بخوام با یه نفر قرض بگیرم، اول موضع خودم رو روشن میکنم، میگم ما دنبال این هستیم مردم ایران به این طریق نجات پیدا میکنن. خب حالا سوال میکنه، حالا راجع به چیز اتمی قرارداد چی میگی؟ خب همون حرفا رو میزنیم، میگیم بله این قرارداد شکسته برای رژیمه، چون رژیم دنبال بمب اتم بود، جلو این گرفته شد برای 6 ماه، برای 2 روز اصلا گرفته شد. یعنی این پیچیدگی که ایشون میگن به خاطر این، چرا پیچیده میشه؟ به خاطر این که ما در تحلیل رویدادی که مربوط به 2 طرف دیگریه، خودمون را به جای یکی از اینا قرار نمیدیم، ما خودمون موضع داریم، طرف سوم هستیم. این که اگر اینجوری نمیشد راه حل سوم بهتر میرفت یا نه، من نمیدونم، نه شاید یه مقداری قابل فکر باشه، قابل ارزیابی باشه که در چه حالت راه حل سوم بهتره، نمیدونم. ولی در این که اگر پروژه اتمی رژیم مهار بشه، چون که تا یه اندازه‌ای که به هر حال اینا این غنی‌سازی رو دارن، دانشش هم پیدا کردم، ولی اگه مهار بشه نه نتونه بسازه، این به سود مردم ایرانه و بخش قابل توجهی از این هم محصول کار ماست، افشاگری های ماست، این ما شک بهش نمی کنیم. منتها همونطور که گفتم، نه ما کارخونه داریم، رنو هستیم، نه پژو هستیم، نه نروژ هستیم، نه ما مقاومت ایران هستیم، برای اتم هم داشته باشه، بمب اتم هم داشته باشه، به اندازه شوروی و آمریکا هم بمب اتم داشته باشه، ما دستمون رو بالا نخواهیم برد، مبارزمون رو میکنیم، حق خودمون میدونیم که برای این مبارزه تلاش کنیم، و ولی از امکانات، از تضادها، از تمام اتفاقاتی که تو جهان میفته و در داخل ایران، داخل رژیم استفاده میکنیم. من اگه اجازه بدین، چون به نظرم سوال خیلی خوبی رو، یعنی موضوع خوبی رو روی میز آورد برادر عزیزمون، دوست عزیزمون از نروژ، تمام نکاتی که آقای اسامه گفتن به جای خود از ذات نقطه نظرات ما، ولی از نقطه نظر بحث و گفتگو با طرفهای مذاکره رژیم، یعنی کشورهای 5+1، اتفاقاً با همین ارزیابی که از زهر خوردن رژیم میشه، صدای ما در اعتراض به مماشات و کوتاه اومدن و حتی گفتگوهای مخفیانه و این شکلی با رژیم کردن بلندتر از قبل هست. چرا؟ چون ما اتفاقا باید الان خطاب به اونها در مطبوعات اونها
چی بگیم؟ بگیم ببینید رژیمی که ما رسوندیمش به چنین نقطه ای از ضعف که تن بده به چیزی که 10 سال ازش تن میزد، اگر شما بر سر قطعنامه ها سفت میستادید، حتی در همین میز مذاکره بسیار بیشتر میتونستید ازش بگیرید. شما میتونستید در همین میز مذاکره و در این مذاکره که هنوز بازه، یعنی هنوز این باب مذاکرات بازه، این مقام اوله، شما هم میتونستید تا همین جای کار چیزهای بیشتری به این رژیم تحمیل کنید طبق قانون بین الملل، طبق قطعنامه های سازمان ملل. شما حق نداشتید از این قطعنامه ها یک ذره هم کوتاه بیایید. حتی از نقطه نظر اصولی جامعه بین المللی میتونه به این رژیم بگه تا تمام قطعنامه ها رو اجرا نکردی یا رسما نپذیرفتی اصلا با تو صحبت نمی کنم. نشستن سر میز مذاکره با این رژیم در حالی که قطعنامه ها رو قبول نداره خودش یه فوله و ما این اعتراض رو باید بنا بکنیم. اگر هم میگیم این رژیم از منتهای ضعف و زیر ضربه فشار جامعه ایران، فشار مقاومت ایران، افشاگری مقاومت ایران تن داد به چنین زهری، پس شما اگر مقداری سفت‌تر می ایستادید بیشتر میتونستید ازش بگیرید و ما باید همین ازش رو مطالبه کنیم و باید در صحنه سیاست بین الملل. چرا الان چمبرلن اینقدر مورد به اصطلاح اعتراض و انتقاد و حتی طعن و لعن هست در دنیا در مقابل هیتلر؟ برای اینکه به هیتلر بهش باج میداد، به فاشیسم باج میداد برای اینکه صلح به دست بیاره، در حالی که با باج دادن که به صلح نمیرسیم. الان هم هر چقدر که شکنندگی در همین قرارداد باشه، چون هم آقای سامی گفتن، هم من میگم، هم بسیاری میگن، حتی خودشون میگن که این قرارداد شکننده است، این شکننده است. آخونده از همین الان کیهان روز بعد نوشت قرارداد ژنو 1 ساعت پایید. وقتی ارگان خامنه ای که اون نماینده خامنه ای تو اون روزنامه است مینویسه که این 1 ساعت پایید، یعنی پس من قبولش ندارم. این شکنندگی اینها همش به خاطر کوتاه اومدن هاست. بنابراین ما اتفاقا حرفمون در اینه که بایستی بر اساس همین واقعیت هایی که در داخل ایران هست این آقایون پنج به علاوه یک که نشستن سفت و سخت بگیرن، مشروط کنن حتما مذاکره باشه به قطع اعدام ها. به چه دلیل به رژیمی که قانونش رسما کشتار و سنگسار و اینها رو بدون هیچ محاکمه و ترتیبات قانونی چیز میکنه، اینا میشه میشن باش مذاکره میکنن که این حق داره اینقدر غنی‌سازی کنه یا نکنه، این اصلا حق نداره حکومت کنه در ایران. به لحاظ اصول بین الملل اگه اصل جامعه بین المللی مسئول حفاظت از حقوق مردم ایران در این زمینه، برای همین رو به کنار گذاشتم. بنابراین رفیق عزیزمون بهروز تمام این حرفا رو میتونه بزنه، هر قدر هم زهر خوردن و وضعیت ضعیف رژیم برجسته تر بشه مماشات با این رژیم قبیح تر و غیر اصولی تر و بدتر. بله خیلی متشکرم از بهروز که این سوال رو مطرح کرد و توضیحاتی که شما دادید، هم شما هم آقای سامه. خب یک موضوع دیگه مطرح است، بلافاصله بعد از توافقنامه‌ای که بین رژیم و کشور پنج بلاوی یک مطرح شد، یک موضوع خیلی بالا گرفت، اونم موضوع غنی‌سازی بود. روحانی و باند وابستش خلاصه همچنان که گفتم اعلام پیروزی کردن و گفتن که خلاصه توافقنامه بر حق رژیم برای غنی‌سازی صحه گذاشته و خلاصه این رو مشخصا به خود خامنه‌ای هم تبریک گفتند، اما شاهد بودیم که وزرای خارجه کشورهای خارجی به خصوص وزیر خارجه آمریکا و بعد وزیر خارجه انگلستان حرفی مخالف این داشتن. خیلی خوبه که یک تیکه‌ای رو که تلویزیون سی ان ان در همین رابطه پخش کرده رو با هم دیگه ببینیم، من بعد سوالو خدمتتون مطرح می‌کنم. With hard work beginning this week to try to implement the 6-month interim nuclear deal just reached this weekend. But as talks begin on a longer-term comprehensive agreement, potential obstacles are starting to appear. And the ink on that agreement was not even dry before a very public disagreement arose between 2 of its 7 signatories. Governments of Iran and the United States openly disagreed on whether the new interim accord grants Iran the right to enrich uranium. This right has been explicitly stipulated by this agreement
stressing that Iran will go on with its enrichment program. And for this reason, I announced to the Iranian nation that Iran's enrichment activities will proceed similar to the past, as in the past. Let me be clear. This first step does not say that Iran has a right to enrichment. No matter what interpretive comments are made, it is not in this document. There is no right to enrich within the four corners of the NPT. And this document does not do that. خب فیلم دیدیم آیه تویدی، شما هم اشاره کردید که خود روزنامه های وابسته به باند خامنه‌ای نوشتن هنوز خلاصه مرکب این توافقنامه خشک نشده، خلاصه نقضش شروع شده و خلاصه هیچ قبولش ندارن. میخوام از شما بپرسم که آیه تویدی که موضوع چیه؟ اگه به رسمیت شناخته نشده این موضوع غنی‌سازی که جان کری هم در صحبتش گفتن، چرا همین موضوع به صراحت در اون توافقنامه نیومده؟ ببینید، این که به رسمیت شناخته نشده از همین مناقشه‌ای که در گرفته واضحه. چون ببینید وقتی میگیم به رسمیت شناخته شده یعنی نباید درش نقاشی باشه، میگن یه چیزی رو باید رفت ثبت و محضری و مکتوب و صریح کرد و رسمی کرد که دیگه کسی روش بحث نکنه. الان اینجوری نشده و همین دلیل این بحث ها در گرفته. خود مقامات رژیم هم همین رو قبول دارن. بنابراین این حرفی که الان ما شنیدیم از زبان روحانی که به صراحت آمده است، این دروغه، یه دروغ آشکاره. رفسنجانی گفت، رفسنجانی هم گفت که نیست، گفت نیست و ابا داشتن از اینکه چنین چیزی رو وارد کنن. حتی ظریف گفت، ظریف حتی تو این مذاکرات میگه واقعا اینو مثلا اصلا ول کنیم، که بعد بهش انتقاد کردن که تو چرا میگی. ولی بالاخره اصلا میگن آن را که عیان است چه حاجت به بیان است. اگه یه متن صریح بود خب اون جمله رو میآوردن میگفتن این نوشته اینجا به صراحت به رسمیت میشناسیم. همچین چیزی وجود نداره. از قضا این کشمکش، چون چیزی که هست یه چیزیست که در عمل همون چیزی که مورد انتقاد ماست، به قول اون برادرمون رفیقمون بهروز که زنگ زد، مورد انتقاد ماست که اصلا چرا این مسکوت گذاشته شده، به اتفاقا باید وارد میشد یا در یه نقطه دیگه باید حتما وارد بشه. عملاً و نرسماً این میتونه تا 5% غنی‌سازی بکنه به شرط اینکه هیچ اضافه نشه، یعنی هیچ تولید نکنه. هر قد که تولید کرده هر روز همون روز از بین بره. اینم چیزیست که تو این قرارداد است. این اصلا به معنای بصراحت و رسمیت نیستش. حالا این که چرا به قول شما این جنجال بالا گرفته، این همون بادکنکیست، بادکنکی با دروغ دیگه و دروغ آشکار که داره میگه صریحه، که برایش سرپوش بذارن بر اون موضوع اصلی. چون موضوع اصلی در این مناقشه عبارت از برنامه رژیم برای دستیابی به سلاح اتمی، برنامه غیر صلح‌آمیز، برنامه‌ای که مقاصد مخفیانه خارج از کنترل‌های بین‌المللی دنبال می‌کنه. به گواهی اینه که 17 18 سال قبل از اینکه مقاومت ایران افشا کنه نتنز رو و عراق رو، هر دوش مخفی بود. همین دیروز پیروز بود که یکی از روزنامه‌های رژیم نوشته بود، روزنامه شرق، از قول آصفی سخنگوی وزارت خارجه که در سال 81 در مرداد 81 وقتی که وزارت خارجه خاتمی در وزارت خارجه اخوند خاتمی آصفی گفت، در وزارت خارجه شوکه شدیم، سایر دستگاه ها و دوستان هم شوکه شدند و به تمام نظام، ارگان های نظام، نهادهای نظام ابلاغ کردند که وضعیت به سمت بحران داره پیش میره. چرا؟ چون مجاهدین افشا کرده بودند، شورای ملی مقاومت، نمایندگی شورا در آمریکا افشا کرده بود که آقا این یک کارخانه غنی‌سازی مخفی در نتنز هست. و بعد البرادعی که اینقدر هم با رژیم خوب بود و روابط ناسالمی داشت، اومد گفت حیرت کردم از دیدن اینها. خب این یه برنامه مخفی بوده برای دستیابی به یه قدرت بازدارندگی اتمی مثل کره شمالی که یه بمبی داشته باشه که بعد مثلا ازش بتونه بر اساس اون یه باج‌هایی بگیره در سطح سیاسی. خب این برنامه رو میخواستن متوقف کنن و بر سر این هم تونستن به رژیم اینو تحمیل کنن بر مبنای شرایطی که بوده و رژیم هم به یه عقب نشینی تن داده، به زور نه به رضا. ببینید خامنه ای که به خواست خودش همچنان که اشاره کردن نمیخواست روحانی رو کار بیاد،
بلکه جلیلی رو میخواست بیاره. ببینید بعد از انتخابات رژیم که آرائش و چیزاش اعلام شد با همون خیمه شب‌بازی، بچه تو خیابون زار میدادن میگفتن خاک تو سر جلیلی بدون هیچ دلیلی. دلیلش واضح بود، برای که خامنه‌ای دنبال یه مذاکره کننده بود مثل جلیلی که بره تو اونجا بشینه به قول ولایتی یه بیانیه بخوره برگرده، هیچی امضا نکنه. ولی فقط اینا رو نمیخواست. خب بهش تحمیل شده، این که بهش تحمیل شده و این عقب نشینی رو کرده، حالا هر وقت چپ کنه اوناش دیگه ما کار نداریم. چنین وضعیتی رو میخوان براش توی تبلیغات ایرانی تو رو به داخل رو به خود رژیم سرپوش بذارن. بحث غنی سازی رو به قول شما بالا گرفت، همون که رسایی میگفت بله ولی خب جام زهر رو تبدیل کنن به شربت، تبدیل کنن به شربت. ولی خب به تدریج حتی همین بامبول هم داره به سمت عقب در پیدا میکنه دیگه. این تنش ها توی رژیم میفته. همین روز نوشته بودن که آقا این کجا این غنی سازی. حتی اون جمله‌ای که یه جمله‌ای هست اون قرارداد که ما بر رژیم ایران میتواند برنامه صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای داشته باشد که میتواند یک برنامه غنی‌سازی تحت کنترل‌ها و محدودیت‌های به رسمیت شناخته شده طبق خواسته‌های شورای امنیت هم داشته باشد. خب یک چنین چیزی وارد کردن که یک کسی همون ورده بود نوشته بود، گفته بود این که بیشتر ما رو محروم کرده از غنی‌سازی، همون جمله اصلی که اینا بهش استناد میکنن. بنابراین هرگز بهش چنین چیزی به رسمیت شناخته شده ندادن برای اون مقاصدی که خودش میخواد، بیشتر چاب میخش کردن. حتی کاخ سفید نوشته بود که رژیم ایران در بیانیه‌اش با امضای این توافقنامه به اون چه که شورای امنیت ازش طلب میکنه عملا گردن گذاشته. بله. اون چه که شورای امنیت میخواد یکیش همین تعلیق غنی‌سازی است. بنابراین خیر، خیلی واضحه که چنین چیزی به رژیم داده نشده و این بامبولو علم کردن برای سرپوش گذاشتن. بله. متشکرم توضیحاتون. هموطنانی با ما همراه هستند از انگلستان، سلام میکنم به شهرام، خواهش میکنم بفرمایید. سلام آقای رفیقی، خسته نباشید. سلام به مهمانان گرامیتون آقای توحیدی و آقای سامه و با درود به یارانمون در زندان لیبرتی، اعتصاب قضایان و قهرمانان در لیبرتی. والا این بحثی که شما به صورت جامع مهمانات رو گفتن، ولی یکی دو تا ابعادش بود که من فکر کردم شاید اینجا لازم بشه بهش یک اشاره بکنیم. ببینید تو قلب این بحث مذاکرات هستن قبلا که این مذاکره کننده ها برای اتمام حجت با این رژیم حتی حاضر شده بودن که انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز رو خودشون در اختیارشون قرار بدن، یعنی این که راکتورهای اتمی در اختیارشون قرار بدن، راکتور اتمی آب سنگ سبک در اختیارشون قرار بدن، مهندسی و مشاورشون هم بفرستن. ولی قلب بحث رژیم، حیات این رژیم گره خورده، مثل اینکه زمانی که دجال اعظمشون جنگ ایران و عراق بحث حیات بود براش، و وقتی هم که دیگه مجبور شد جام زهر رو بنوشه دیدیم دیگه اون انقدر تو پاش زده بود که چند روزی نمیتونه سوا بره، الان این عظما بعد انقدر تو سرش بزنه که دیگه فکر نمیکنم بتونه بلند بشه. بحث از ابعاد اقتصادی حتی بحثی هستش که معقول نیست. یعنی کشورهایی که نیروگاه هسته‌ای دارن اینا کشورهایی که هستن که اصلا قلب بحث تولیدات صنعتی اینا روی بحث نیروگاه هسته‌ایشون سواره، یعنی به لحاظ صنعتی پیشرفته هستن. رژیمی که حتی اصطلاح خودشو نمیتونه جمع و جور بکنه و بر اساس جنگ و ترور و سرکوب داخلی به حیات خودش ادامه میده، مشخص بود که اصلا این بحث هسته‌ای بحثی که به حیات رژیم بستگی داره. الانم که اومده اینا واقعا رهبر انقلاب همیشه میگه که میگه واقعا اوج دجالگری، رفتن جام زهر رو خوردن، در عمق فاضلاب هستن و بحثا و چرچه میکنن، توصیفی هم که ازش میکنن انگار این که مثلا در باغ عرب نشستن. به هر حال به نظر میاد که چشمنداز این چیزی که مجبور کرده اینها رو که بیان و تن به این بدن، بحث بحران اقتصادی یک طرف، بحران سیاسی یک طرف، ولی واقعا بحران اجتماعی که هم دیدم که خانم رجبی اخیرا گفتن که این اعدام ها نشون دهنده اینه که یک بحران سیاسی جدی حاکمه، که حالا حتی اینا بیان یه چند میلیارد دلار هم بگیرن و این مماشاگران هم هر چی براشون جانماز آب بکشن، در نهایت وجود این مقاومت و خواستهای مردم ایران اینقدر طاقش بالاست که کوچکتر و کمتر از سرنگونی این رژیم رو
بهش رجعت نخواهد داد. از این نظر من فکر کردم که این ابعادش و به لحاظ تأثیراتی که توی خود منطقه و به لحاظ بالانس قوا خواهد داشت در رابطه با مزدوران رژیم چه در سوریه چه حزب الله، کل معادله رژیم رو به نفع مردم و به نفع مردم منطقه تغییر داده. حالا که اینا میان بحث برد بود واژه رو برداشتن هی تکرار میکنن بدون اینکه اصلا بدونن مفهومش چیه، که واژه برد بود توی مذاکرات بین المللی چه مفهومی داره، تو سرشون زدن اینا دارن جوزه میکشن و بحث برد بود میکنن. من فقط میخواستم این رو یادآوری کنم و درود بفرستم به مهمانانتون و درود بفرستم به خواهران و برادرانمون در لیبرتی و سراسر جهان. ممنونیم، درود بر شما شهرام عزیز، خیلی ممنون از تماستون. از استرالیا رو هم یک تماس داریم. سلام میکنم به جهانفر، خواهش میکنم بفرمایید. هموطنمون جهانفر از استرالیا اگر که پای خط هستین خواهش میکنم بفرمایید. خب ظاهرا تماسشون قطع شده. تماسی داریم، داریوش رو همراه خودمون داریم. سلام میکنم به شما، بفرمایید، خواهش میکنم. داریوش اگر که صدای من رو میشنوید بفرمایید، خواهش میکنم. خب زاران تماس داریوش هم قطع شده. به هر حال این دوستانی که تماسشون قطع شد امیدوارم که بتونن مجدداً تماس بگیرن. آی سامه، سوالی که اینجا مطرح هست، الان بحث خلاصه صحه گذاشتن پای این توافق هست توسط رژیم و مشخصاً خب شخص ولی فقیه، میخوام بپرسم که چه عوامل و پارامترهایی به نظر شما ولی فقیه رو به این نقطه رسوند که به این توافق تن بده و خلاصه چی شد که رژیم پای این موضوع اومد و پذیرفت همین حد از عقب نشینی و شرط و شروط ها و محدودیت ها رو؟ خب برگردیم به عقب. سال 2003 آمریکا حمله میکنه به عراق، یک فرصتی برای خامنه ای به وجود میاد، اون گونه که مسعود رضوی میگه محمود احمدی نژاد محصول این پروسه است. خامنه ای اونجا میگه که ما یک سیستم جدیدی باید ایجاد کنیم و این تحلیلی که میده میگه این بالاترین به اصطلاح چیز دارد عمل کرد باید داشته باشه، خودشو میگم بالا دستی، اون ریل گذاری جدید در ولایت. احمدی نژاد میاد برای این کار. احمدی نژاد 84 میاد. بهمن 84 میگه که قطعنامه ها کاغذ پاره است. بعدش میگه که قطعنامه ها اینقدر قطعنامه بدید که قطعنامه دونتون پاره بشه. لابد آقای ظریف وقتی که کمر درد گرفت و مجبور شد با کمر درد بره برای کنفرانس مطبوعاتی، فشار قطعنامه ها بود که به نظر من کار خودش کرد. خب احمدی نژاد اومد و دیدیم که چه کار میکرد دیگه. اونجا که بحث اقتصادی کردیم، پایان احمدی نژاد از نظر اقتصادی بیلانش مشخصه دیگه. با این همه درآمد، بی سابقه ترین دوران حیات جامعه ایران از نظر درآمده، یعنی تمام دوره های قبل در این 8 ساله که بگیرید اینقدر درآمد ارزی نداشته جامعه ایران که این دوره داره. خیلی عجیبه با، یعنی این 8 سال به اندازه همه جامعه ایران، برید از اون وقت خرچی برید عقب که پول اومده، اینقدر درآمد عرضی نداشت. خب آخر کار خود احمدی نژاد اومد گفت که اونایی که به ما ایراد میگیرن به قطعنامه ها توجه نمی کنند و
فلان است و میگه نمیبینید قهرمان ها چه بلای سر ما داره میاره ده از این حرف. پس این یک. دوم، وقتی که آقای بوش این هدیه را داد به رژیم ایران که به عراق حمله کرد، حالا خرف نظر از این که خود این اقدام چه اقدام جنایتکارانه ای بود و هنوز هم و ما داریم میبینیم که مردم عراق به چه مصیبتی گرفتارن، حالا خارج از این، به هر حال یک هدیه دادن به این هدیه به جمهوری اسلامی و ولایت فقیه. خب حساب خامنه ای این بود که بله دو سوم از این حسابایی که ژورنالیست های غربی هم بعضی وقتا میکنن که نمیدونم اینا شیعن اینا سنیان اینا فلانن، اون پل برمره نمیدونم چی بزی هم اومد گفت شیعه هست و سنی هست و گفتن خب دو سوم که شیعه هستن پس هوادار ما، پس اینجا حکومت میکنیم بقیه رو هم خفه میکنیم. بعد و کارمون رو پیش میبریم. خب اینم که نشد، الان عراق که هیچ تصویباتی نداره. تازه رفسنجانی، هی من استناد میکنم به رفسنجانی، برای که این رفسنجانی همون کسیه که خمینی رو مجبور کرد به آتش بس و فلان اینها. مصلحت نظام خامنه ای هم هست دیگه. بله این رفسنجانی میگه این عراق برای ما هزینه داره، چیه این همه هزینه ما داریم اونجا میکنیم؟ درست. خب پس این هم از عراق. بهار عرب هم شروع شد، برخلاف تصور خامنه ای که بیداری اسلامی میگفت، بیداری اسلامی خودش در سوریه نشون داده که آقایون دارن چیکار میکنن، مسلمان ها رو میکشن. حالا کار ندارم به این که تو صفوف مخالفین هم ادهی هستن که اقدامات خلاف میکنن، نه کار ندارم، به هر حال داره مسلمان کشته میشه دیگه، یه طرفش هم رژیم ایرانه. پس این ثبات و این امکاناتی هم که میخواستن، اتم رو برای چی میخواستن اینا؟ اتم را حکومت ایران برای این نمیخواد که کارگرای اعتصاب میکننده با اتم سرکوب کنه، اونا را با شلاق ترتیبشون رو میده میزند. اتم را حکومت ایران برای این میخواد که در منطقه بگه من هژمونی دارم، نه شراکت منطقه‌ای. این خط یعنی بیدنده و ترمز احمدی نژاد یا ریل گذاریه در اثر تحریم ها، فشارهای خارجی، پایداری جنبش مقاومت و قیام های سال 88 و عوارضی که داشت، این شکست خورد. اون 11 روز احمدی نژاد معنی سیاسیش اینه، اون 11 روزی که احمدی نژاد میداد خونشون، شکست پروژه خامنه ای برای یک دستساز. خامنه ای خیلی کوشش کرد که این شکست رو ترمیم کنه. از قضا تحریم ها فقط یک سال آخرش مهمه، قبلش که اصلا تحریم ها مهم نبود، کاری نمی کرد. فلان ابزار مربوط به امکانات تحریم بود، خیلی خوب، ولی پول چه بود؟ پول رفت پایین و خب آمارش رو دادن. اینجا دیگه چاقو تیزیش عمل کرد و خب قدم اولش این شد که توی مناظره ها که یه بار اینجا بحثش کردیم دیگه، یک لشکری از مخالفین خودش رو نشون داد، از ولایتی تا روحانی و همه شون غیر از جلیلی. این که حتی بعدش نوشتن که جلیلی انتخابات را به رفراندوم اتمی تبدیل کرد. یعنی چه؟ یعنی محصول این انتخابات مخالفت با پروژه اتمی است. پس مردم ایران هم اونایی که رفتن که اینو گفتن، اونایی هم که نرفتن که خب به خود رژیم هم مسئله داره، حالا کار ندارم که خیلی هم که میرن به خود رژیم با اساسش مسئله دارن، ولی به هر حال علاوه بر این یادتونه که یک روزنامه، یک سایتی، یک نظرسنجی راجع به مسئله اتمی کرد و تو داشت مثلا در عرض چند ساعت میرفت بالا در مخالفت با پروژه اتمی که متوقفش کردن، ولی به هر حال کار خودشو کرد. این مسائلی بود که منتها این به معنی این نیست که پذیرفتن که این راه خطاست، مجبور شده بپذیره. ببینید خیلی کم، ببینم چه تاریخیه،
6 روز قبل از 5 روز قبل از این قرارداد ژنو، بله، 100 نفر از نمایندگان مجلس طرح سفوریتی میدن و از دولت میخوان که این، یعنی طرحا میدن که تصویب بکنه مجلس، از دولت میخوان. 7 ماده دارد، 7 ماده داره. یکی از مادهش نه ادامه تولید اورانیوم با غنای 20%. حالا به بقیهش کار ندارم، همش تمام توافقنامه ژنو این 7 مورد نقض میکند که نماینده مجلس میگه مجلس ملا. بنابراین میخوام بگم که طرح دوره، یعنی اینطوری بگم، حمله بوش، حمله به عراق یک فرصت برای ولی فقیه بود. ولی فقیه میخواست تمام این فرصت رو به دست بیاره، خاورمیانه رو ماشاءالله ماشاءالله همه شو با هم بخور. این شکست خورد، تحریم ها هم اومد، قیام های سال 88 هم بود، ایشون را به نقطه ای رسوند که اول مجبور شد رفراندوم اتمی یعنی روحانی رو بپذیرد، حالا هم مجبور شده اینه بپذیرد. ممکنه پیشبینی نیست، بارها گفتیم، به اشکال مختلف هم گفتیم، این چارمیخه نیست، چارمیخ نیست، خیلی ممکنه امکاناتی ایجاد کنه برای اینکه حکومت زیرش بزنه و یا کارهای دیگه بکنه. ولی فرض اگر این اجرا بشه، اگر این اجرا بشه که به نظر من بیشترین احتمال هست که اجرا بشه چون ناچاری هست، بنابراین میشه گفت که به اون اهدافی که همونطور که گفتم اون خط قرمز غرب رعایت شده. از طرف دیگه مسائلی که به تبع این پیش میاد مسائلی نیست که بتونه برای یک جریانی مثل جریان خامنه ای، یعنی ولایت فقیه و دم و دستگاهی که داره، راه خروج ایجاد کنه. بله، خیلی متشکرم. هم هموطنی پای خط هست، تقدم بدیم به اونات. هموطنمون جانفر از استرالیا، سلام کنم به شما، خواهش کنم بفرمایید. سلام برادر رفیعی، برادر تویدی، برادر سامه، امیدوارم خسته نباشید. من از استرالیا مزاحمتون میشم و سر تحسین فرود میکنم جلو بچه های لیبرتی و سلام میکنم به هزار اشرفیا یاران عزیزمون، من خسته نباشیدشون میگم. درفت اطلاع برادرمون بهروز از نروژ، میخواستم یک مقدار به شما استراحت بدم و خدمت ایشون بگم که همونطوری که محمود احمدی نژاد رئیس جمهورشون قبلا گفته بودن، همونطوری که آقای سامه گفتن، برای بیش نیست اینقدر بدن با کاغذبرههاشون تموم بشه، مسئلهشون این بود. ولی الان من امروز وارد استرالیا شدم، خارج از کشور بودم و محیطی بودم که بیش از 700 ایرانی جدید از ایران اومده بودن. روز قطعنامه من در کشوری بودم که همه سوال و جوابشون همین بود. فقط برادرم به روز بگیم که این از یک سال پیش توسط داماد آقای کری این قطعنامه درست شده که آقای علی خامنه ای در اومدن گفتن که نرمش قهرمانانه، این نرمش قهرمانه از یک سال پیش آغاز شد ولی مخفی بود. و الان در حال حاضر مسئله اینه که نه این تو مجلسشون تصویب میشه، نه ترجمه شده، نه نوشته شده، نه اینکه مرکبی داره که هنوز خوش نشده باشه، به هیچ وجه قابل قبول نیست و خودشونم الان در حال حاضر میدونن. و من مطمئن هستم تا دو ماه تا سه ماه آینده هم هیچ وقت این جنبه مطبوعاتی و عمومی پیدا نمی کنه، چون هیچ کس نمی دونه این قطعنامه از کجا به کجا رسیده و مطمئنم ترجمه هم نشده و اصلا صورت هم نگرفته هنوز به اون شکل. و فقط خواستم بگم خدمت آقا بیروز که همچی خبری نیست و مطمئنن سایت های جدید مخفیشون دوباره رو میشه و همینطوری که نشون دادن و در این استبل مرتب چیز جدید ازشون در میاد. برحال خسته نباشید بهتون میگم و خدا قوت. اگر امری ندارید من بازم بزنم. درود بر شما، ممنونیم هموطن عزیز از تماستون، خیلی مشکر.
خب آقای تودی، جوانب مختلف این موضوع رو هم آقای سامه توضیح دادن، هم شما توضیح دادن. الان سوالی که باقی میمونه، به هر حال با این عقب نشینی و آنچنانی که خود باندهای رژیم میگن با این جام زهر، چه پیامدهای این موضوع برای رژیم خواهد داشت و خلاصه اینکه چه چشماندازهایی رو به دنبال خودش خواهد گشود؟ من یه اشاره بکنم به صحبتی که رفیقمون از استرالیا کردن. صحبتی هست از این که به اصطلاح مراودات مخفیانه ای قبل از حتی اومدن روحانی از دستگاه خود خامنه ای بوده با چیز، با دولت اوباما، برای اینکه شکل بدن به این توافقنامه. گزارش های نسبتا معتبری هم بعد از مقامات آمریکایی گفتن، از نمایندگان کنگره و همینطور روزنامه لومون نوشته بود که چطور یک متنی تدارک شده بود بین به اصطلاح آمریکایی‌ها، دولت اوباما و رژیم، و در اون مذاکرات ژنو دو رو میز بوده که خیلی هم براش جفت‌سازی کردن. اگه یادتون باشه در اون مذاکرات ژنو دو خیلی قبلش هم ظریف و هم جان کری صحبت‌های زیادی می‌کردن که دیگه توافق حاصل شد و همه چی تموم شد، که بعد وزیر خارجه فرانسه سر میرسه و به چند مورد مشخص از اون طبق گزارشی که لومون داده و مصاحبه‌ای که با خود فابیوس کرده در مورد جزئیات اون گفتگوها، تغییراتی در اون متن داده میشه، مشخصا بعد در مورد عراق، در مورد از بین بردن ذخایر 20%، در مورد خود این ذخایر 5%، در مورد بازرسی ها چند جاش، و حتی جملاتی در مورد چارمیخه کردن این که کار نظامی نمیتونن این تو بکنن، اینا رو وارد میکنن که کار به اصطلاح پیچ میخوره و ظریف میگه ما اینو دیگه نمیتونیم امضا کنیم، علارغم اینکه تا نصف شبم و بعد از نصف شبم نشسته بودن 6 تا وزیر خارجه. اینا برمیگردن به تهران و دوباره میان و دوباره همین کش و قوس میشه، ولی نهایتا به همین چیز جدید با نکاتی که فرانسه وارد کرده بوده تن میدن و اونو امضا میکنن. یعنی از این کارهای مخفی و از این کارها هم خامنه ای کرده بوده، منتها اون مقاصدی که خامنه ای از طریق این مخفی کاری ها و بند و بست ها دنبال میکنه این نبوده که به این نقطه برسن. همیشه خامنه ای خودش هم گفت در همون بحث نرمش قهرمانانه، میگه ما هیچ وقت مذاکره رد نکردیم، ما همیشه خواستار مذاکره بودیم، همیشه هم خواستار نرمش قهرمانانه بود، که بعد میگفتن که مانور هنرمندانه و از این کارا بودیم. ما حسن این نرمش قهرمانانه و مانور فریبکارانه هرچی اسمشو بذاریم، این هستش که خامنه ای با مذاکره زمان بخره. اتفاقی که در ژنو افتاده اینه که زمان دیگه بذارنش. اگه بخوایم در یک جمله یا در یک تعبیری بگیم در ژنو در این توافقنامه چه اتفاقی افتاد، گذر زمان از طریق مذاکرات از روز 3 آذر به ضرر رژیمه، مگر اینکه میزو به هم بزن، مگر اینکه میزو به هم بزن. بنابراین یعنی قرارداد اجرا نشه. بله، اتفاقا شما داشتین میگفتین، من میخواستم دیگه صحبت شما رو قطع نکردم. این عراقچی که مذاکره کننده اصلیه در واقع رسمیه، چون ظریف که میره اونجا میشینه به اصطلاح داره تشریفاتی میره، مذاکره کننده اصلی همون عراقچی با تلویزیونش مصاحبه کرده بود، گفته بود که این بیانیه چیز مهمی نیست، توافقاتی شده اونجا، حالا ارزش حقوقی هم که نداره، هر وقت هم خواستیم به همش میزنیم، با همین عبارت. بنابراین این حرفا هست که رژیم اینو بر هم بزنه، ولی اون چی که امضا کرده و مجبور شده خامنه ای، متفاوته با مقاصدی که خامنه ای در بند و بستای پنهانی حتی با جان کری داشته، متفاوته. اون چی که بهش تحمیل شده هم چون که گفتن محصول اون چیزاییست که در جامعه ایران اتفاق افتاده، در مقاومت ایران اتفاق افتاده. همین شکست استراتژیک بزرگی که آقای سامه بهش اشاره کردن بعد از 2003 به قیمت این همه فاجعه که در جنگ در عراق برخلاف تمام خواستای جامعه بین المللی و افکار عمومی و تظاهرات میلیونی و ده ها میلیونی، این
فاجعه و این جنایت بزرگ اتفاق افتاد و کل منطقه رو چقدر عقب برد. خب این میز و نقشه خامنه ای و یک دستازی خامنه ای با مقاومت اشرف، با ایستادگی این جامعه در مقابل بلعیدن عراق، در مقابل پیشبرد مقاصد خودش، با افشای برنامه اتمیش، با چیزی که مهندسی خامنه ای رو برهم زد حتی تو انتخابات، در روی کردی که مقاومت ایران با انتخابات رژیم داشت، این رسانه های این شریعت مداری میخواست خودش تیکه پاره کنه که به چه دلیل مقاومت ایران دخالت کرده در انتخابات ما، یا و گفته که مثلا رفسنجانی باید بتونه کاندید بشه، چرا این چیزا رو رهبر مقاومت ایران گفته یا مسئول شورا گفته. این سیاست، سیاست مقاومت ایران، پایداری مقاومت ایران، همین تظاهراتی که در مقابل همه این سفارتخونه های آمریکا هست و در ژنو هست و در هست، این ایستادگی ها بوده که یک سیاستی رو به شکست کشوند. اون سیاست به شکست کشوند، خامنه‌ای به این نقطه رسیده. شما میگین پیامدهاش چیه؟ پیامدهاش تمام اون چیزایی که خامنه‌ای با این سیاست میخواسته ازش جلوگیری کنه. خامنه‌ای میخواسته یک دستسازی کنه، حتی میخواسته نهاد ریاست جمهوری تو رژیم خودش حذف کنه که یک دست از ولی فقیه دستورات بره اجرا بشه به یک نخست وزیر تدارکاتچی. خب اینا نشده، اینا به هم خورده، این میز چپه شده. وقتی اینا به هم بخوره، من دیگه بخوام فرموله بخوام به سوال شما جواب بدم، شکاف های توی حکومت روز به روز بیشتر خواهد شد، از هر طرف که بره فرقی نمیکنه. یا باید روحانی و دم و دستگاهش رو عزل و به اصطلاح شقه و از این کارا بکنه که یه جوری دیگه ترک برمی داره، یا باید در مقابل اونا، کما این که بعد از این امضای توافقنامه ولی فقیه ارتجا بسیار ضعیف تره، بسیار ضعیف تره، با بازی بسیار بدی که کرد. حتی اگر در ژنو دو خامنه اینو میپذیرفت، از نظر خامنه ای برای خامنه ای بهتر بود. الان که در ژنو سه بهش تحمیل شد، این در تعادل درونی رژیم خامنه ای میره پایین تر. خامنه ای که میره پایین تر، شکاف و شقه تو رژیم و این نامه های 50 نماینده و 100 نماینده و اعتراضات مجلس اینا بالا میگیره. تا این شکاف ها و ترک هم تو نظام پیش میاد، از اون طرف جامعه ایست در حال انفجار، جامعه ایست که 3000 نفر توی زندان هاش در حال اعتصاب دست به اعتصاب میزنن، به دنیایی که اصلا به دلایل سیاسی به زندان نرفتن، اینا سیاسی شدن. بعد از حمله به اشرف ما دیدیم تو زندان ها ایران، در چند زندان، نه در یه جا که بگیم چند نفر بودن، از بلوچستان تا بندرعباس تا تهران تا اوین تا زندان های مختلف، همه زندانی زیر اعدام بیانیه دادن در محکومیت این جنایت اشرف. چرا؟ برای که ترس میریزه، برای که فشار فراهم کنه. بنابراین تو این مسیر یا خامنه ای باید میزو به هم بزنه که به قول اون برادرمون بهروز تماس گرفت، یه جوری دیگه صحنه کل منطقه و رژیم خواهد چرخید، یا باید در مسیر همین جامهای زهر جلو بره و به شکاف ها و خفره ها و خیزش ها و اعتراضات و شقه های در داخل رژیم، مسئله اقتصادی رژیم هم به نظر من تا اونجا مسئله مرغ و گوشت و این نیازهای اولیه‌ای که اصلا از نیشابور گرفته جای دیگه تظاهرات و اعتراضات بود، الان اینا رو به کاهش که نیست، اینا رو به افزایش خواهد رفت. اینا حتی همین چند میلیاردی هم که بگیرن و تو نظام خودشون به غارت خواهد رفت، به دروز چیزی به دست مردم نخواهد رسید. مردمی که مردم چرا میگفتن رفراندوم اتمی، مردم چرا میخواستن برای که به غذا و نون قوت لایموتشون برسن، الان نخواهند رسید و صداشون رو بلند خواهد کرد. بنابراین پیامدهای زهر برای رژیم بسیار خطرناک هست. بله آیتم شما در این رابطه رسید؟ نه بله. خب چند دقیقه بیشتر به پایان برنامه فرصت نیست، اگر محفظ باشید از مجموعه صحبت ها اگه بخوام یک نتیجه ای بگیریم به نظر شما چه خواهد بود و این روندی که داره طی میشه؟ به گمان من خامنه ای مجبور شده عقب نشینی کنه از سیاست های گذشتش. معنی توافق ژنو مهار 6 ماهه ساخت بمب، یعنی مسئله اصلی این عقب نشینی، مثل هر عقب نشینی دیگری که دیکتاتورها میکنن، عوارض خودش را خواهد داشت. بدیهی است که عقب نشینی خمینی اومد با هزاران هزار زندانی سیاسی را قتل عام کرد برای اینکه
خونسا کنه عوارضش. خامنه ای به نظر من چنین امکانی ندارد، نه اینکه نخواد، چنین امکانی ندارد. مهمترین مسئله ای که چنین امکان نداره برای که ما بعد از سال 88 هستیم. و ضمناً مقاومت ایران هم و جنبش اجتماعی هم در ابعاد بسیار بزرگتری فعال در جامعه به اضافه جنبش اجتماعی مردم هست. بنابراین امکانات برای این که بتونن چنین مهاری رو فرد بدن ندارن. تا اونجایی که مربوط میشه به مسائل اقتصادی هم به نظر من اقتصاد ایران ویرانتر از اونیست که بتونه چنین گشایشی مسائل اساسی رو حل بکنه. بحران، تضادها، چالشها در تمام جنبه ها به نظر من ادامه خواهد پید. بله. شما منم اگه بخوام یک کلمه اضافه کنم، عبارت بسیار درست و دقیقی که آقای سامه به کار بردن در یک کلمه طرف سوم. من فکر میکنم که به این موضوع ژنو و مذاکرات و بحران اتمی رژیم به عنوان مسئله باید نگاه کرد که این طرف سوم طرف اصلی است. یک طرف رژیمه، یک طرف این قدرت‌های جهانی پنج به علاوه یک. این دو طرف کنار روی میز مذاکره میشینن. این میز یک طرف سومی داره که در این میز جای رسمی نداره، ولی در صحنه واقعی مسئله سیاسی داخل ایران طرف حساب اصلی است و حرف آخر رو میزنه. این جام زهر رو هم خامنه ای زیر اجباراتی خورده که این طرف سوم بهش تحمیل کرده، نه طرف دوم. ما باید تصریح کنیم که طرف دوم بسیاری جاها ضعف نشون داده، اصول رو نقض کرده، زیر پا گذاشته، اجرا خودش به قراردادها و به قطعنامه ها عمل نکرده. بنابراین در این وسط حرف رو طرف سوم میزنه و اون چی که ما هم میگیم از جانب طرف سوم و از موضع طرف سوم میگیم. اون طرف خامنه ای زهر خورده همچنان که گفتن. این طرف دیگه هم به دلیل مسائل خودش خب بالاخره این چیزا رو به این توی میز تحمیل کرده با شکاف ها و مماشاتی که نباید ادامه پیدا بکنه، باید تا آخرش بره و بهش اجازه قانون شکنی و قطعنامه پاری کردن ندند، چون اونا مسئول اجرای این هستن. و اما اونی که میتونه این آثار زهر رو در این رژیم به بلوغ برسونه و به مرگ و نابودی این رژیم برسونه همون طرف سومه. خامنه‌ای زهر هم که میخوره، کما این خمینی که خورد، میخوره که از یک فرج از این ستون به اون ستون شاید فرجی پیدا بکنه، ولی آثارش در بدن این مختزر دیگه به اون بر نمیگرده. یک محاسبه دیگه نقش این طرف سومه، نقش مردم ایران، مردمی که بیستن و مقاومتی که بیسته تا بتونه این زهر رو به عامل مرگ رژیم تبدیل بکنه. بله، خیلی متشکرم از شما آقای سامه. آقای تاییدی، متاسفانه وقت برنامه به پایان رسیده و با عرض پوزش از دوستان و بینندگانی که تا همین جا هم با ما هستن و به منم اطلاع میدن که هموطنان پای خط هستن میخوان صحبت کنن، اما متاسفیم که فرصتون به پایان رسیده. به هر حال به اتفاق آقای سامه و آقای تاییدی مهمانان برنامه از شما خداحافظی میکنیم تا برنامه بعدی ارتباط مستقیم. خدا نگهدار.